بسم الله الرحمن الرحیم اللهم عجل لولی کل فرز. سلام علیکم و رحمت الله حضرت علی ابن حسین ابن علی ابن طالب ملقب به علی اون الاکبر از لحاظ پدری از نسل حضرت امام حسین سلام الله علیه و از طرف مادر لیلا بنت ابی مر از قبیله بنی سقیف فردی که معاویه از دشمنان اهل بید او رو از بهترین افراد برای خلافت میدونه چرا که شجاعت بنی هاشم سخاوت بنی امیه و فخر سقیف در یک جا جمع شده اونم در وجود مبارک حضرت علی و اکبر سلام الله علیه در کربلا هجده سال برخی نوشتن 23 سال و برخی 25 سال هم برای ایشون ذکر کردن اولین نفری بود حضرت علی اکبر که در صحرای کربلا از بنی هاشم به میدان رفته تنها کسی که وقتی مقابل پدر آمد برای از گرفتن به میدان رفتن ابی عبدالله حسین سلام الله علیه بدون وقفه ای به او اجازه میدان داد دست به زیر محاسن مبارک برد خدا را شاهد گرفت که خدایا تو شاهد باش قد از الیهم غلامون اشبه و ناز خلقن و خلقن و منطقن به رسوله خدایا تو شاهد باش جوانی رو به سمت این مردم فرستادم که شبیه ترین مردم از حیث اخلاق از حیث چهره و صورتی که خدای متعال برای او خلق کرده و از لحاظ صحبت کردن شبیه ترین افراد به پیغمبر خداست تا جایی که وقتی من سید و دلم برای پیغمبرت تنگ بشه وقتی دوست داشته باشم پیغمبر خدا رو دوباره زیارت کنم نگاه میکنم به صورت این پسر 18 ساله قبل از اینکه به میدان بره نوشتن برخی از افرادی که در سپاه دشمن قرار گرفته بودند و از دشمنان سید بودند برای ایشون حضرت علی اکبر سلام الله علی امان نامه اووردن شاید تا به حال شنیدید یکی از کسانی که امان نامه برای او فرستاده شد قمر منیر بنی هاشم حضرت اول فضل سلام الله علیه در شب آشورا اما روز آشورا از طرف سپاه دشمن جمعی برای پسر لیلا و پسر امام حسین علیه و السلام و جناب علی یون الاکبر اما نامه آوردن به چه جهت؟ به این جهت که مادر بزرگ علی اکبر میمونه دختر عبی سفیان بوده یعنی جناب علی اکبر از فرزندان عمه یزید علیه اللعنت و العذاب بوده به همین جهت برای حضرت علی اکبر سلام الله علیه اما نامه آورده شد اما مثل عموی بزرگوارش قمر منیر بنی هاشم حضرت عبل فضل العباس سلام الله علیه اما نامه را نپذیرفت و در پاسخ اونها فرمود قرابت و خیشاوندی با پیغمبر خدا برای من علی اکبر بهتر است از خیشاوندی با ابو سفیان نپذیرفت گفت من میخوام در کنار پدرم ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه بمونم و جونم رو فدای پدرم حسین ابن علی کنم خدا را قسم میدیم به حق جوان کربلا حضرت علی و اکبر سلام الله علیه که به تمام جوانان ما توفیق خدمتگذاری به آستان مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف عنایت بفرماییم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته